خب سلام جادی هستم. ادامه پروسس ها رو داریم میدیم تو ماجول 103 ممیز 6 از LPIC 1 امتحان 101. وزنش 2، بسیار آسونه، به خصوص اگه درس قبلی رو بلد باشیم. درباره پروسس ها، درس قبلی با پروسس ها آشنا شدیم، مفهوم برنامه که دارن ران میشن و شیوه کنترل کردن فورگراند بکگراندشون. اینجا انتظار میده که شما یاد بگیرین که پریوریتی دارن اینا، چرا پریوریتی دارن، پریوریتیشون چنده، در واقع اولویتشون، و در این حال برنامه ها رو با پریوریتی های بالاتر یا پایین تر ران کنین یا تغییر بدین حین ران. دستور نایس، پی اس، ری نایس و تاپ رو میبینیم که یکیشو قبلا دیده بودین. اول بگم که توی سیستم لینوکس در واقع شما یک کلمه پروسه همیشه دارین ران میکنین. پی اس، ای اف همه پروسه های منو نشون میده، دبلیو سی داش ال میشمارتشون همه خطا رو، در واقع اینجا تو همه خطوط نشونش میده، و من میگم خروجیش رو بده به شمارنده تعداد خطا. 308 تا پروسه من در این لحظه دارم ران میکنم تو کامپیوترم. 4 تا کور بیشتر ندارم. در واقع اون 380 رو این 4 تا کور دارن ران میکنن. پس باید یه جوری اولویت بندی کنم. تون تون یه خورده از این، یه خورده از این، یه خورده از این، یه خورده از این، تون 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 اینجوری همه رو ران کنم. اما ممکنه که من بدونم که یه چیزی ران شدنش مهمتره. مثلا توی سیستم دانشگاهی یکی او میاد برنامهش رو ران میکنه، همه به فنا میرن چون برنامهش خیلی سنگینه و دو روز طول میکشه. این خطرناکه. باید بشه این پریوریتی ها رو کنترل کرد. من یه سیستم ادمینم که روی سیستم لایف میخوام از دیتابیس بکاپ بگیرم. باید بتونم بگم که این اولویتش کمتره. اگه دارم از یه وب سرور بکاپ میگیرم، ریکوست ها اولویت مهمتری دارن. در واقع وب سرور آپاچی اولویت مهمتری از MySQL دامپ داره. این رو میتونه آروم‌تر ران کنه، به اون دقت بیشتری بکنه. به این دلیل ما نیاز داریم که پروسه ها رو تنظیم کنیم. دستور تاپ رو قبلا دیده بودین. میگه دستور کزم که ضبط کننده ویدیوی منه داره با نایس چی ران میشه؟ صفر. NI یه ستونه که در واقع نایس رو نشون میده. نایس یعنی یه پروسه چقدر نایسه، خودش نایسه. اینجوری یادتون میمونه. اگه نایس من صفره، یعنی اینکه نایس در واقع نایس خاصی نیستم. اگر نایسم دهه، یعنی خیلی نایس و مهربونم، به بقیه اجازه میدم ران بشن. اگه نایسم منفی دهه، یعنی خیلی هم اتفاقا بد اخلاقم، میگم من فقط ران بشم. پس نایس یه عدد از منفی 20 تا 19، چون صفرم داریم شده تا 19، در واقع 40 تاست. منفی 20، منفی 19 تا منفی 1، 0، 1، 2 تا 19. هر چقدر نایس بیشتر باشه عددش از نظر ریاضی، یعنی اینکه پروسه نایس تره. هر چقدر کمتر باشه یعنی کمتر نایسه. منفی 20 دیگه بد اخلاق ترین پروسسیه که داریم. ایدهش اینه که همه چی رو من باید اجرا کنم، سی پی یو فقط به من توجه کنه. 19 دیگه خیلی نایسه دیگه، یعنی هر کی هر کاری میخواد بکنه بکنه، به منم فرصت شد دقتی بکنه. واقعیت همینه که سی پی یو ما اینقدر قویام برای پروسه‌ای که ران می‌کنیم که به همه به اندازه کافی کار میرسه. ببینین ستون نایس اینجاست، همه با صفر دارن ران میشن تقریبا. در واقع برنامه ها در حالت طبیعی وقتی رانشون میکنین با صفر ران میشن، یعنی هیچ اولویت خاصی نسبت به بقیه ندارن. نمیگن به من زیادی نیرو بده، نمیگن به بقیه بیشتر از من توجه کن. ولی مثلا پالس آودیو که مربوط به پخش صداست منفی 11، یعنی میگه من عقب نیفتم. منطقی هم هست، شما دارین یه چیزی گوش میدین، نمیخواین سی پی یو که درگیر یه چیز دیگه میشه آهنگ من مقطع بشه. من ترجیح میدم اون فایلی که دارم زیپ میکنم 2 ثانیه دیرتر زیپ بشه تا اینکه 2 ثانیه از اون آهنگ من قطع بشه. به فرض من گفتم فایرفاکس رو هم خیلی نایس ران کنه، کجاست؟ منفی 10. در واقع خیلی کم، ببخشید، خیلی نایس نمیشه منفی 10، بد اخلاق باشه. در واقع فایرفاکس هم کند نشه هر اتفاقی که میفته. کیو رو زدم. پس دیدیم که توی ستون نایس میتونم ببینم هر پروسه چقدر نایسه. از همون مثال قدیمی اسلیپمون کمک میگیریم، هرچند که خیلی بیمعنیه، ولی خوبیش اینه که یه چیزیه که 1000 ثانیه تو مموری میمونه. اگر من اسلیپ رو همین جوری ران کنم و بعد بگم که PSL grep sleep، به من میگه که 4 تا اسلیپ در حال ران شدن داری که از درسای قبل موندن و نایسشون صفره. پس خیلی معمولی ران شدن، هیچ چیز خاصی نداره. اگه من فقط یه دستور نایس بزنم به من میگه که نایس دیفالتش صفره. اگر یه چیزی بدون هیچ چیزی ران بشه، بدون هیچ پارامتر مرتبط با نایسی،
با صفر ران میشه، مثل همه دستوراست. ps-l هم به من نشون میده که در واقع نایس بودن پروسه هام چنده. در این حال ما این امکان رو داریم که پریوریتی هامون رو با نایس تنظیم کنیم. اگه من فقط بزنم، دیدین که من این نایس خالی بزنم به من میگه نایس هم چنده دیفالتش. اگر بزنم اسلیپ 6000 توی بک‌گراند و بزنم که ps-long به من نشون بده، به من میگه اون اسلیپی که ران کردی نایس صفره، یعنی پروسه کاملا معمولیه. اگر من به فرض بگم که نایس ران کن اسلیپ 9000 رو و دوباره بگم اینو نشون بده، اسلیپ جدیدم نایسش 10 شده. اگه مثلا مطمئن بشم جدیده، اف رو میزدم که در واقع کامند کامله به من نشون بده. اینجا ببینین اسلیپ جدیدی که ران کردم 9000، نایسش 10، یعنی به پروسای بیگه فرصت بیشتری میده برای اینکه کار کنن. خب پس من اگر فقط نایس رو جلوی دستور بذارم باعث میشه که نایس پینگ 4224 فقط باعث میشه که این مقدار سی پیو کمتری درخواست شخصی بکنه از سی پیو. اگه سی پیو سر شلوغ بود توجه کمتری به این میکنه. این خیلی کاربرد داره موقع بکاپ گرفتن، دامپ گرفتن، زیپ کردن، تار کردن. همینجور دستورتون یه نایس بذارین که اگر سرورتون داره یه کار دیگه میکنه اون کار به خاطر این کار سنگین شما کند نشه. در این حال من امکان دارم که در واقع نایس های دیگه ای بدم. یعنی من میتونم بگم که نایس داش ان، میخوام نایسنسش رو بگم، با 19 دیگه مهربون ترین دستور، کمترین فشار رو میخواد به بقیه بیاره و فرضاً مثلا ls بگیر. حالا تو این دستورهای کوچیک ما خیلی با معنی نمیشه، در واقع دیده نمیشه. یا اینکه sleep کن 8000، در واقع با نایس 19 میتونم بفرستمش، استاپش کنم، بفرستمش تو background و بعدش بگم ps long با f از پروسه های من بگیر. میبینین یه دونه اسلیپ 19 هم دارن با این پی آی دی، اسلیپش 19، فشار خیلی خیلی کمی میاره به بقیه. اما اگه میخواستم منفی بدم چی میشد؟ میگم یه اسلیپ جدید دارم که مثلا هستش 300 منفی 10، یا اصلا قوی ترین برنامه که میتونم ران کنم منفی 20، همه سی پی یو رو واسه خودش بخواد، عملا تکرار میکنم روی کامپیوتر معمولی به همه برنامه میرسه هنوز به اندازه کافی، این فقط سهم بیشتری برمیداره. داره اسلیپ میکنه، فقط به من یه ایرور هم میده، میگه cannot set niceness، شما اجازه ندارین با منفی 20 ران کنین. کنترل C بریکش کردم، بذارین یه بارم با چیز ببینیمش. کلیر میکنم، منفی 20 درخواست میدم، میبرمش تو background و همون دستور در واقع PS هم رو میزنم که ببینم چه جور چیز درست کردم. اینه، با صفر رانش کرده، با اینکه من یه چیز دیگه خواسته بودم. پس وقتی بالای صفر درخواست میدیم برنامه مهربون میخوایم با سی پی یو، قبول میکنه. وقتی برنامه‌ای میخوایم که از سی پی یو درصد بیشتری برای خودشون میخوان، قبول نمیکنه. اروری هم که میده اینه، پرمیشن دینایت، اجازه ندارین شما این کارو بکنید. هر کسی نمیتونه بشینه پشت ترمینال کل سی پی یو رو برای خودش برداره، حتما باید سودو باشین، حتما باید دسترسی روت داشته باشین. وقتی سودو میزنم یعنی با دسترسی روت ران میکنم، یا خود روت اینو ران کنه. الان انجام شد، 300 ثانیه داره ثبت میکنه. پس دو تا نکته، اولیش اینه که اگه بخواید پریوریتی یا نایسنسی زیر صفر بدین حتما باید روت باشین که سی پی یو زیادی مصرف کنه. در این حال اگر روت نباشین خودش با صفر در واقع با دیفالت ران میکنه، اینجوری که دستور شما ران نشه، فقط ارور میده که شما حق ندارین همچین چیزی رو درخواست بدین، دستورتون رو معمولی ران میکنم. یه ایکس آیز پشت ران میکنم با نایس. شما الان میدونین که اگه من PSL بدم XI هم با 10 ران شده، چون دیفالتش اگه جلوش نایس بذارین 10 میشه، اگه هیچی نذارین 0 میشه. اوکی، پس یاد گرفتیم موقع اجرا تنظیم کنیم که چقدر نایس باشه. اما بعد از اجرا هم این اتفاق ممکنه بیفته. اسم دستورش هست ری نایس، دوباره نایسش کن. فرض کنین من همین چیز رو دارم، سلیپ هام رو دارم که خب با نایس های مختلفی هستن، ایکس آیز هم با 10 ران کردم، بعد یهو فهمیدم که نه این چشا کند تکون میخورن، من سی پی یو بیشتری میخوام برای این،
میگم رینایز کن، چی بذار براش؟ در واقع مثلا چند بذاریم؟ دش اینش رو بذار 2-1، یه خورده فقط از بقیه نایس تر باشه. چه برنامه ای رو؟ ایکس آیز رو. ولی اسم ایکس آیز که نمیتونم بگم، چون ممکنه چندین و چند ایکس آیز داشته باشم. پروسس آیدی شو میگم، میگم 16392. میگه شما نمیتونین کم ترش کنین. میگم باش من سودو میشم، دقت کنین، از اونی که بود نمیتونم بیارمش، در واقع عدد نایسنسش رو کم کنم، خشن ترش کنم، سی پی یو بیشتری بخواد. بیشتر میتونستم بکنمش. ببینین من میگم رینایز داش ان، بکنش اصلا 15. میگه قبلا 10 بود نایسنسش، الان کردمش 15. الان میگم بکنش 14، میگه شما نمیتونین کمش کنین. آدم ها فقط میتونن مهربون تر بشن، اگه قرار بد اخلاق تر بشن حتما سودو میخوان. من میگم معمولی با مثل بقیه رانش کن، قبلا 15 بود الان کرده 0. توی پی اس هم میبینینش، ایکس آیز هم نایسنسش شده 0. یا اصلا حالا که من روت دارم میتونم بگم داش انش رو بکن منفی 20. یادتونه منفی 20 خشن ترین بود، 19 مهربون ترین بود. منفی 20 الان بیشترین سی پی یو نسبت به بقیه چیزا داده به این، یعنی حتی اگه من شروع کنم یه فایل رو زیپ کردن، این چشما مهمترن که درست تکون بخورن تا اون فایله، حتی تا صدا، حتی تا فیلمی که داره ضبط میشه. اوکی، اینم میشه دستور رینایز. رینایز با داش ان دوباره کار میکنه، دیفالت نداره، پایین آوردن سودو میخواد و در این حال روی در واقع پروسس کار میکنه، پروسس آی دی. نمیتونیم بهش بگیم فایرفاکس رو این کارو بکن، چون ممکنه چندین فایرفاکس باشه. بعدنش باید اول با پی اس ای اف گرپ کنین مثلا فایرفاکس رو، و اگر میخوایم فایرفاکسی که من اینجا خیلی باش سعی کردم بهش بگم مهربون باشه رو تنظیم کنم رو حالت عادی، بهش بگم رینایز کن داش ان 0 مثل بقیه پروسه ها باش 16605. الان میدونین که باید یه سودو هم بگم چون دارم کم میکنم. گفتش باش، پریوریتی قبلیش این بود، این شد، این دستورم هم تموم شد. اون 300 ثانیه که گفته بودم تموم شد. دیدین درس بسیار بسیار ساده ای بود، چیزایی که توش یاد گرفتین، دیفالت پریوریتی رو یاد گرفتین که میشه در واقع الان 0. یاد گرفتین که برنامه ای رو با بالاتر یا پایین تر ران کنین. اگه فقط با نایس میزدین اتوماتیک میشد 10، یعنی برنامه مهربون تری بود، فشار کمتری به سی پی یو و بقیه برنامه می آورد. یا این که میتونستین بزنین نایس داش ان از منفی 20 تا 19 اسم دستورتون که با اون نایس بودن ران میشد. اگرم زیر 0 بود حتما باید با سودو میزدین یا یوزر روت این کارو میکرد. و در این حال یاد گرفتین که برنامه‌ای که در حال اجرا هستن هم عوض کنین با دستور رینایس. رینایس رو دیدین، نایس رو دیدین، پی اس رو دیدین، تاپ رو دیدین که در واقع فقط این دوتا جدید بودن. تقریبا مطمئنم که همه وزن دو رو میارین. موفق باشین تا درس بعدی.